آخرین هدیه خدا گفته خودم را به دست بادها می سپارم. چیز میبینم، چیز حس میکنم، گاه احساس میکنم در مقابل آینه هستم و گاه فکر میکنم کسی هست، دیگر نمیخواهم باشم، ولی باز هم چشم به انتهای جاده منتظر چیزی و یا کسی هستم. من برم که برات یک چای بیارم. اجازه چای نیست. بیا بشم رو گپ میزنم.
میخواستم بفهمم حاجتش چی بود که در اینجا اومدی؟ در حالی که از خود خانه داری؟ پدرم اینجا رهیت کرد؟ نه، من خودم اومدم اینجا. ما دیروز خبر شدیم که نامزدی تان فسخ ساختی. آیا با مادر پیشفه دلت نمیسوزه؟ آیا او را دوست نداری؟ برسورند. بالاخره معلوم شد مریضی چی است؟ سرطان ریه. من ایره برای چاپ داستانهای خود نگاه کرده بودم، اما دیگه به این ضرورت نیست. به اندازه مصرف خود نگاه کردیم، شاید بابام ضرورت نشه. بر مادرمشان بده. میشه بعض اوقات بایدن بیم؟ چرا نه؟ شفیق و فاروق هم سار از خود یاد میکنن. من اونها را یک شب میخوایم تام بیام موجه. میشه که تو وارا گرفته اینجا بیی. سمیم، دلم بر مادرم میسوزه، اما دوستش نمیفهم. یک روز یک برگ زرد دیدم که از یک درخت افسیده بود. بسیار متاثر شدم. چشمایم بسته کردم و احساس کردم که در دنیا هیچ برگ زرد وجود نداره. تمام برگا سبز است. اما چشمایم که باز کردم، نه، برگ زرد وجود داشت. منظورت از قصه چیست؟ هیچ. قصه یک برگ زرد. فریدون بچهش هر شب ما شما که جمع می شدیم توی یک عنوان داشتی بر از او شود. عنوان امشب است مرگ. مرگ؟ جالب است. اما چرا خیم گرم بزنیم در بارزی مرگ؟ مثلا فکر کن که دوسته ما بیشتر زنده نیستی. چرا خیمی دوسته ما را تیر میکنی؟ چی کارا را خواهد انجام دادی دی دوسته ما؟ من اگر باشم این دوسته ما را امرای فامیل خود میگذرانم. امرا با پدر، مادر، خوار و برادر. و کوشش میکنم که کارهای خیر انجام بدم و با عاقبت خود یک چیز داشته باشم. کدام عاقبت؟ چهار روز دنیا از برو خوش بگذرم. من اگه بجاید باشم مثلا یه وقت داشته باشم میرم شراب میخورم. کارهای خلاصه دوام رو خود نکردم. عیاشی میکنم، میرم چرس میزنم. خلاصه اینم قدر وقت خود ده زنک بازی و شراب خوری و چیزا ساق خانه تیر میکنه. اما من که دیگه پسامی موافق هستم. در ضمن از اینکه خانواده خود می بودم، از خدای خود میخواستم یک عمر دوباره مرا نصیب کنه. هر کاری که در این عمر خود نتونسته بودم در عمر خود انجام میدادم. البته کارهای خیر. نشکو باش تو از این بیقلا را انجام ندی. چطور فریدون؟ نمیفهم. شاید من کل از این وقت در تصمیم گرفتن تیر کنم که به مرگ تسلیم شوم یا بر زنده ماندنم تلاش کنم. آه.
خدایا می ترسم از چیزهایی که در دل دارم با زبان بگویم، اما وقتی که تو از دلم آگاه هستی چرا با زبان اعتراف نکنم؟ شاید دیوانه هستم و یا شاید هم را در اتاقم حس میکنم، منتظر است تا بشانم حمله کند. امشب خواهم و دیگر همه چیز پایان خواهد یافت. در حال که من در اینجا زندگی میکنم، اما بر اولین بار است که تو یک فضای مقبول زیبا را در اینجا میبینم و هم در تو نصف شوی. اینجا فضای بسیار باز و مقبول است، اما کمی دورتر از اینجا بسیار خطرناک. این فضای مقبول زیبا همراه از این سیاهای وحشتناک آتش شده. اما تو نترس. چطور؟ به خاطری که تو مرا داری
و ما او سگه. ما میتانم هر قسم بلا را از بین ببرم، به شرطی که تو همراه ما باشی و گپ مرا قبول کنی. من بسیار وقت است که شما را میبینم و شما ذهن من را مشغول کرده بوده. از امو خاطر همراه سگتان شما را در یک داستان خود جای دادم. جالب است. پس نویسنده هستی؟ در داستانهای درباره چی گپ میزنی؟ بیشتر درباره دنیا، چیزای گم شده دنیا. مثل نویسندهای مورد علاقه‌ام. بازم جالب است. کارهایت پیامبرانه است؟ میخوای پیامبر باشی؟ آه، من میخواستم پیامبر باشم، اما با حسادت خدا روبرو شدم. خدا نخواست من پیامبر باشم، چون بر من عمر کافی نداده. میگن انسان ها روی خداست. اگر روی تمام انسان ها جمع شوه، شاید سمبول بزرگی خدا را نشان بده. اما من فکر نمی کنم خدای قدر بزرگ باشه. کجا میرین؟ کمی پیشتر. من میتونم همراهتان بیایم؟ اینجوری چی میکنی؟